بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در ایالت آغری ترکیه، مکانی که بر اساس تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد بقایای کشتی نوح در آن قرار دارد، باعث جذب گردشگران و محققان به این مکان تاریخی شده است. اعتقاد به این که بقایای کشتی حضرت نوح علی نبینا و آله و علیهم السلام در ایالت آغری در شرق ترکیه وجود دارد، همین امر سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب کرده است. مسجد برول در نزدیکی کلن غربی آلمان با حضور شخصیت‌های ترکیه و آلمانی و ساکنان مسلمان منطقه افتتاح شد. ساخت این مسجد که متعلق به جامعه اسلامی نگرش ملی است، 8 سال به طول انجامیده است. گفتنی است ترکیه به علت حضور مسلمانان بیشمار در آلمان، فعالیت‌های مساجد سازی بیشماری داشته است. به طوری که در آگوست امسال نیز مسجد هیکرت، انجمن امور مذهبی ترکیه اسلامی در شهر هاچنبورگ در ایالت راینالد فالس آلمان ساخته شد. انجمن هنرهای اسلامی اعلام کرده است که 11 جشنواره سالانه هنرهای اسلامی در دانشگاه هیوستون واقع در ایالت تگزاس آمریکا برگزار می شود. این جشنواره 2 روزه کار خود را از 9 نوامبر آغاز می کند و در روز 10 نوامبر پایان می دهد. شاهین رحمان، رئیس انجمن هنرهای اسلامی هیوستون، در این باره گفت این جشنواره بستری را برای تقویت درک فرهنگی فراهم می کند و زیبایی و وحدت موجود در تنوع را برجسته می کند. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد که درگیری، ناامنی و تغییرات آب و هوایی در سومالی بیش از 342 هزار نفر را در 8 ماه اول سال 2024 آواره کرده است. بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، زنان و کودکانی که با خطر ناامنی شدید روبرو هستند، 80% از جمعیت آواره را تشکیل می دهند. شاید ذکر است از جمله عوامل اصلی ناامنی در سراسر سومالی، درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و ارتش سومالی با گروه سنی‌های تندروی الشباب می باشد. سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد تا کنون 503 نفر در چاد بر اثر وقوع سیل جان خود را از دست دادند. شاین ذکر است آمار نشان می دهد از ماه ژوئیه تا کنون بیش از 1,700,000 نفر تحت تأثیر بارش های سیلاسا قرار گرفتند. گفتنی است این بارش ها همه استان های این کشور را فرا گرفته و به تلفات جانی و خسارت های مادی منجر شده است. همچنین سیل به بخش دام و طیور کشور چاد نیز خسارت های قابل توجهی وارد کرده است. یک بررسی جدید نشان می‌دهد که آلودگی هوا و بالا رفتن دما تعداد سکته‌های مغزی را در سراسر جهان افزایش داده است. مقاله‌ای که در مجله لنست نورولوژی منتشر شده است نشان می‌دهد که تعداد افراد مبتلا به سکته مغزی در جهان طی 3 دهه گذشته به شدت افزایش یافته است و آلودگی هوا، افزایش دما و عوامل سبک زندگی به این افزایش کمک کردند. در حال حاضر سکته مغزی سالانه نزدیک به 12 میلیون نفر را درگیر می کند و موجب 7 میلیون مرگ می شود. به گفته اخترشناسان، یک سیاره که در پایان ماه جاری میلادی اوایل مهر ماه به قدری به کره زمین نزدیک خواهد شد که به طور موقت وارد مدار آن می شود و پدیده ای را به وجود خواهد آورد که به عنوان ماه کوچک شناخته می شود. این سیاره که برای اولین بار در تاریخ 7 اوت توسط ناسا در کمربند سیارکی ارجون شناسایی شد، چرخش خود به دور زمین را از 29 سپتامبر آغاز خواهد کرد و تقریبا 2 ماه
تا 25 نوامبر در این مدار باقی خواهد ماند. گفتنی است این سیاره که در مقایسه با اندازه قمر زمین بسیار کوچک است و طول آن نزدیک 10 متر است. پژوهشگران دریافتند که بیشتر بیماران 50 مورد نخست پیوند صورت در جهان دست کم یک دهه زنده ماندند. از سال 2005 تا کنون در مجموع 50 عمل پیوند صورت روی 39 مرد و 9 زن انجام شده است که اکثر آنها حدود 35 سال سن داشتند. نویسندگان این پژوهش میگویند که این یافته ها دلگرم کننده اند و نشان میدهند که پیوند گزینه‌ای مؤثر برای بیماران دچار نقایص شدید صورت است.